سلام، احتمالاً شما همین چند روزه خیلی اسم گروه هکری انانیمس و توصیف رشادت هاشون رو شنیدید. جنگ تمام عیار هکرهای گروه انانیمس علیه جمهوری اسلام. انانیمس اعلام کرد بیش از 300 دوربین در ایران را هک کرده. در روزهای گذشته وبسایت خبرگزاری فارس، وبسایت بانک مرکزی، وبسایت سخنگوی دولت، پورتال دولت، همه و همه هک شدند. از هک سایت‌های دولتی ایران گرفته تا هک سایت مجلس و 300 تا دوربین توی ایران و یا آخریش افشا شدن اطلاعات و شماره موبایل نمایندگان مجلس. اما واقعاً این گروه هکری اینجوری که در ایران معرفی میشه واقعاً اینقدر خطرناک و قویه؟ چه تعداد از خبرهایی که این چند روزه ازشون شنیدید واقعی بودن؟ همراهمون باشید که توی این پست این موضوع رو بررسی می‌کنیم. از آخرین دستاوردهای این گروه هکری شروع کنیم. هک سایت مجلس و افشای شماره تلفن نمایندگان. توییت یکی از اکانت‌های انانیمس رو ملاحظه می‌کنید که نوشته مجلس ایران هک شد. زیرش هم منبع داده به توییت دیگری از اعضای انانیمس و اونجا هم نوشتن مجلس ایران هک شد و داده‌هاشون به سرقت رفت. اینم شماره‌هاشون. زیرش هم لینک یک کانال تلگرامی رو گذاشته و فایلی که لو رفته رو منتشر کرده. بریم سراغش. بعد اسم و عکس و سطح تحصیلات و شماره تلفن نمایندگان مجلس هم توشه، به علاوه لوگوی گروه انانیمس که هر جا تونستن زدنش. حالا بیایم سراغ گوگل جستجو کنیم تلفن نمایندگان مجلس و بعد از خبرهای هک و افشای اطلاعات نمایندگان میرسیم به سایت کالک که همین فایلی که عزیزان هکر زحمتش رو ظاهرن کشیده بودن مرداد ماه 1399 بدون هیچ لوگویی منتشر کرده. خیلی اذیت شدن واقعا دوستان انانیمس جان ما. بله عزیزان، بیاید اسلاید بعدی که داستان ادامه داره. بریم سراغ هک 300 دوربین ایرانی که چند روز پیش خیلی خبرساز شده بود. بازم اکانت توییتری انانیمس گفته که بیش از 300 دوربین ایرانی هک شدن. زیرش منبع داده به یکی از اعضاشون که اونم گفته بیش از 300 دوربین ایرانی هک شد و دو تا عکس هم به عنوان منبع گذاشتن. اولی یه خیابون تو ایرانه و دومی آدرس تعدادی از این دوربین ها رو گذاشته. اما کی حوصله و سواد چک کردنش رو داره؟ همه همون عکس سمت راستیه رو میبینن و باور میکنن دیگه. بریم به صورت رندوم چنتایی رو چک کنیم. آدرس رو دقیقاً تو مرورگر تایپ میکنیم و بله، این یکی مال دانشگاه اقتصاد و حقوق لهستانه، این یکی مال یه پارک تو لهستانه، این یکی هم به زبان پولیش یا لهستانی هست هر جا که هست و ایران قطعاً نیست، این یکی هم که دیگه نوبره مال یه اتاقه که بازم بالاش زده لهستان. باز هم همه باور کردن و کلی روش مانور دادن و تحسینشون کردن. اما بریم سراغ هک سایت های ایرانیشون. اینجا رو به متخصصین حوزه امنیت و شبکه سپردیم. توییتر این شکلی زده، ما در جوه اتکش میخوایم حرف بزنیم با هم که چی رو زده. ببینید نوشته که دولت داتای رو میگه زده، نا کن اینجا نوشته ارور داده، نوشته ما سایت دولت داتای رو زدیم، ما حملات دیداس آورده پایین. حملات دیداس چیه؟ حملات دیداس حملاتی که یهو مثلا کلی سیستم، کلی شبکه، کلی کامپیوتر به یه سایت درخواست میزنن. وقتی انقدر این ترافیک زیاد میشه، خیلی زیاد میشه، دیگه سایت اکانت میافته. این منطقه حملات دیداس بوده. خیلی ما هکرها دیداس چیزه خفنی نمیدونیم. خب هر کسی یه بچه 20 سالم 20 سال خیلی زیاد گفتم بچه مثلا 13 سالم میتونه انجامش بده. دیداس یکی از آبکی ترین حملاتی که به وبسایت ها میشه دیداسه، طوری که اصغر هک 5 سالم تو تلگرام میتونه انجامش بده و به خودش بگه هکر. در هر صورت پس با یه سری سرور حمله کردم و دولت داتا رو آوردم پایین. من نمیتونم دولت رو ببینم. چرا بچه‌ها؟ چون فیلترش هم روشنه. خب بذارین اینطوری کنم. الان برگشته سایت، چند ساعت اتک خورده و اومده پایین و دوباره برگشته. اینجا یه دونه دیگه هم نوشته همه دیتابیس دیلیت شده، که وقتی میگه دیتابیس دیلیت شده و ما داره اینا رو میبینیم، خب این متن دیتابیس میاد بالا. حالا دیلیت کرده یا نه، میگم این صحت اینا رو نمیشه تایید کرد. خیلی منم میام میگم مثلا چه میدونم، یکی میاد میگه من نمیدونم دیتابیس آمریکا رو زدم، کی میتونه تاییدش کنه؟ من اینکه لیک کنه بذاره برای فروش این داستانا پیش بیاد، ولی در هر صورت سایت برگشته بچه ها. بعد عزیزان، حملاتشون به سایت ها هم از نوع دیداس بوده و توی دنیای شبکه سطح پایین ترین نوع حملاته. اینم بگم که دیداس هک نیست، صرفا خرابکاری روشیه که هکرها برای خرابکاری ازش استفاده میکنن. هک یعنی نفوذ، یعنی مثلا رسیدن به صفحه مدیریت سایت. امکان داره فردا انانیمس این پست رو ببینه و بهش بر بخوره و حتی که هک واقعی انجام بده. اما چیزایی که تا امروز روش مانور میداده همش سرکاری بود و بسیار سطح پایین. گول خودشون و ضریب دهندگان به اخبارشون رو نخورید. دقیقاً همونطور که تو کوئرا گفته شده، احتمالاً خیلی از اینها بچه سالن. خیلی ها مثل من تازه تونستن به اینترنت دسترسی پیدا کنن. پس هر جا تونستید این پست رو منتشر کنید. فایل کامل داخل کانال تلگرام منتشر میشه. خیلی مختصر.